کردی؟ آره بابا، سریال مال عید کارگردانش هم توپ تراز اوله. خدا میدونه چند تا نقش سه داره. برات جور میکنم بازی کنی. باشه بابا، فرصتم نمیخوام. ببر بچه‌ها، بگو هر کدوم 5 برابر. نه بگو 6 برابر میدم. فقط یه نفر برام خوشبالی بدن. آره، نشونیش الان برات اس ام اس میکنم. یادت باشه. اسمو میدم. فردا باید صبح اسمو آش و لاش ببینم. خدافظ. حالا آدماتو میفرستی بهروز منو بزنم؟ شمسی پلنگ؟ نشونت میدم. به من میگن زمرد خدنگ. بی خود من آتیشی کردی. بابا جونم، آقا بروز دارم با هم خصوصی صحبت میکنن. خصوصی؟ بله. مبارکه ایشالله. چی مبارکه؟ عروسی دیگه. با عروسی کی؟ هیچی، تو چی کار داری به این کارا؟ حالی بریم، مهم نیست. بله، کم کم داشت از این پسر خوشم میومد. آرزوهای این جوان منو یاد جوانی خودم میندازه. زمانی که یکی دو سناریو زیر بغل هفته ها و ماه ها بین ده ها دفتر فیلمسازی در آمده شد. پسر جان، فیلم نامت بفروش نیست، آن دراماتیک نداره، دوچار آشفتگی و عدم انسجام ساختاریه، وگرنه از نظر محتوایی دوچار اشکاله، با ذائقه گیشه و تماشاگرشون فارسی ناسازگاره. انقدر ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن تا عطای فیلمساز شدن به لباش بخشیدن و به جای سینماگر شدم سینما چی؟ اونم یه سینمای خسته یه ستاره که خرجش بیشتر از دخلش. الو سلام، ببخشید میتونم یه خبری رو بهتون بدم؟ خواهش میکنم کسی نفهمه. اگه جاتون شلوغه برین یه جای خلوت، مبادا کسی بفهمه من جنگ کردم به شما خبر بدم. باشه باشه، حالا بگو بینم خبرت چیه. یه خودم بلندتر حرف بزن، نمیشنوم چی میگی. نمیتونم بلندتر صحبت بکنم، خیلی خیلی خوشوخیه، خوشوخان. خب بگو اینم چیه؟ هر جا هستین جاتون رو عوض کنین و جون خودتون رو نجات بدین. چرا؟ مگه چی شده؟ چیزی نشده ولی به زودی میشه. داره یه اتفاقای بدی میفته، فکر کنم تا چند دقیقه دیگه. من وظیفه خودم دونستم به محض اینکه فهمیدم بیام نقشه هاشون رو به شما لو بدم. جاتون رو عوض کنین و منتظر تماشای بعدی من باشین. جونتون در خطره. بله بله، خیلی ایول داری. دمت گرم و غمت کم. یمنن خاشو خان، یادتون باشه که من میتونستم بی تفاوت باشم و بشارم که هر کاری میخوان با شما بکنن و بهتون زن نشدم. اما حقیقتش دلم نیومد، میتونستم بشارم به تلافی کتکایی که به برادر من زدین حسابی کتکتون بشارم. دلم نیومد نشستم. شما خوب کاری کردی ولی اما شما کار خوبی نکردی.
شما برادر منو وحشیانه کتک زدین، جوری کتکک زدین که ساعتها تو خیابونه آواره بود. اولندش من به خاطر شما خیلی آروم زدمش، خیلی دوستانه و رفیقانه، همش احساس میکردم شما جلومی. آره خب یه خود عصبانیم کرد و بازی در آورد، ما هم دیگه بله. اگه الان میبینی داره شلوغش میکنه فقط به خاطر اینه که میخواد خودش رو جلو دایم ترششیرین کنه. به جون شما من یواش زدمش. ببین نمیدونی بدون، من جون شما رو کلکی قسم نمیخورم که. یه بار دیگه بگو به جون شیمی. الو الو، ای بابا صدا بد شد. به جون شیمی. نمیده این صدا نمیده. بس بچرخونی بابا، نمیده اینا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. چه خبرتونه بیا برو؟ اینم برای بچه کجا؟ سر محلن آقا خسرو. این خونه ای که پیدا کردین دیگه سگ مگ نره؟ سگ؟ سگ تحتی؟ مطمئن؟ مطمئن نه مطمئن. یالا تخ باشه آقا خسرو. بس راشی بس ببینم چند دفعه بگم من باید وسط باشم. راشی یکی انا خسرو بیولو باره میگم آن خسرو چرا با چوب و چماغم؟ چه محل ماستا؟ او بچه ها همینجاست، همین هم خودشون هم. خب همه گوش به فرمان من، همونجور که خانم زمرد گفت برای این صحنه دستمزد همتون 5 نه 6 برابره. حالا گوش به فرمان من، 3 2 1 اکشن. سرما نخونه آقا چون این که درست بود. نه آخه از وسطش سوز میاد. جلوتو نگاه. چش چش شدم شینی بنزده تو این طوفان بلا. البته نسیمی هم نمیاد ولی تو راهه. شمسی دختر خونم که بود، ساکت هم که بود، مادرم از وحشت میلرزید. خب شاید این به دلیل آباحت جاتی شمسی جونه. بابا جون شما باز که داریم با خودتون صحبت میکنیم، اگه دکتر نگفت کنترل چشم و هیجان رو کنترل لطفا. چشم ولی یه حرف دیگه هم هست که باید بزنم، اونم این که اتفاق باعث شد لااقل من در انتخاب داماد آیندم به نتیجه روشنی برسم. جلو تا نگاه. چشم آقا شما میگم حالا که دیگه به این نتیجه رسیدین پس دیگه بتونیم بریم خرید عروسی. یعنی چی؟ این ازدواج سر نمیگیره. چرا؟ برای اینکه سکته سومم هم تو راهه. آقا جون خدا خدا نکنه دشمنتون. حالا شاید بعد عروسی سکته سومو کردی. سیمی چرا من آتیش میکنی آخه؟ بابا جون میشه بس کنین لطفا؟ چشم جلو تو. چشم آقا جون چشم. نخواهش میکنم بفرم. مراقب باش بهروز. چشم. حالا شما بفرمایید. باز سرم خورد. بهروز مراقب باش. نظرش به در دیوار مادر. بفرمایید. خیلی ممنون. کجا؟ دارم میرم تو دیگه آقا جون. دور بزن. چشم. پیادم کن. اینجا؟ آها. چشم بفرم. خیلی خوب. برو اونجا وایسا. اونجا؟ برو اونجا وایسا. خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما آقا بهروز، خانم زمرد، از زحمت. میخواستم بگم این چیزه من میخوام بگم که شما با وجود اینکه شن و شالتون زیاده ولی مامان چیزی میخواست بگه؟ چی نمیخواست بگه؟ سیمین خانم
از شما هم تشکر میکنم که در سکته دوم من نقش مهمی نداشت. خواهش میکنم ایشالا تو سکته سوم بیام. سری چرا من آتیشی میکنی؟ آقا حشمت شما بفرمایید تو برای سلامتی تو خطرناکه، بفرمایید. فقط آقا جون من این داروهاتونو گرفتم توی کیفتونه. بله. نگار خانم شما اگه امر داشتین منو قابل بدون تماس بگیرید. ببخشید آقا حشمت، من فقط خواستم بدونم راجع به اون موضوع ما کی خدمت برسیم. چند روز دیگه فوق شمسی، سه روز دیگه مرخصیش تموم میشه برمیگردی زندون. یعنی واسه مردن شما بهش مرخصی نمیدم؟ حتی حاضر نیستم زیر تابوتمو بگیره. حیفشم که زیر تابوتتون نباشن. به حالا چرا اونجا وایسادین؟ بفرمایید که بعد اینجوری دست نه 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 من چند روز دیگه خبرتون میکنم. خدا خدا ببخشید نگار خانم یه لحظه. نظرت خوام ثروت از اهل فرهنگ و هنر همچین فرار میکنه که آهو از پلنگ و یوز فلنگ. بلند بگو من بشنویم. خب مادر جایی نه یه دقیقه ببر تو ماشین دیگه. نفس چی اینجا بایستدیم از شانس شد دام کنه دیگه. ببخشید من امروز تحقیق کردم، تازه فهمیدم که زدن رصدخونه چه هزینه هنگفتی داره. اصلا فهمیدم رصدخونه چی هست. ولی من یک هزارم این پولم ندارم. عجب. خب این موضوعی که من باید راجبش فکر کنم. ببخشید نگار خانم معذرت میخوام، این یه نوشته است. نوشتن برای من مثل نفس کشیدنه. شما بخونین بعدن راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. میگن آدما یعنی نویسنده ها خودشونو پشت نوشته هاشون قایم میکنن. این فیلمنامه با الهام از اولین آشنایی من بعد از دیدن خورشیده. خورشید صبح چون خنده زند به غفلت ما آدمیان میخندد. تقدیم به نگار شال فروش، 17 فیلمنامه‌ای که ساخته نمی‌شود. باشه، اینم مسئله‌ای که من باید راجبش فکر کنم. خداحافظ. نگار چرا نمیای؟ بله بابا جون اومدم. بیا نگار. چیز نگار خانم. نه. بله. کلیدتون جا موند. خیلی ممنون. تا بعد. تا بعد. دیگه این واژه بعدن داره منو عصبانی می‌کنه. بزنید باشت باید پرستار میشید این ننانده کامیون. پاشین پاشین انگار زخم شمشیر خوردن، آفتاب پرست شدن، آفتاب گرفتن. پاشین گورتون رو گم کنید. بگه باز وسط نشستی چند دفعه باید دیگه من باید وسط باید بگم. باز چی کار کنیم ننه؟ هیچی، چم چاره؟ چی کار میخوای بکنیم؟ من فردا پس فردا باز برگردم اون تو. رفت تا یه وقت دیگه، به قول معروف شاید وقت دیگه. ده نده یعنی چی؟ میخوام یه برگ وسط رو کنم حیرون بمونیم. داشت سکته سوم میزنه و به قول خودت عجیبتر از توبه شیطون و فقر حضرت سلیمون. چی شده؟ بابا زنده شده؟ چشاتو ببن یه دقیقه، اونو ول کن بذار زمین. چشاتو ببن. باز چی؟ چشاتو ببن بابا، بگین دیگه. آره چشاتو ببن. چشاشو بست رو کن. شما اینجا چی میخواین؟ من که گشتم نار میخورم بعد میرم. من که اصلا چشم نمیبینه. باشو صفرش انداخته باش بار خونه بخور. تو چی میگی؟ بچه هم میگه باش باشه دیگه. شما چشتو ببن؟ چی گوا کنی؟ چشتو ببن؟ باشه دست این کورمکوی رو بگیر را بیو ببینم. باشو یلا یلا آروما مواظب هم باشینا. برو نه من چشام خوب نمیبینه. ببین اینا رفتن. رفتن. چشات به من میخواستم امتحانت کنم. بیا. همونجوری چشم بسته پاشو بیا بشین اینجا. پاشو. یواش. میتونم میبینم. ماشاءالله اونجا رو بیا اینجا بشین. اول چشات بسته بود. بگو. میخوام یه چی واسهت رو کنم. اگه میخوای بپرسی چیه و از کجاست نکنم. چیه؟ از کجاست؟ بابا چشات رو ببن. چی کار کنی؟ چشتا حالا واکن واکنم. آره
نامه فدایت شوند به من نشون میدی؟ با نامه فدایت شوند چیه؟ هی چشته ببند، چشته ببند. ببین وسط چه کردن؟ چه کردی؟ حیرون میمونی، بیا. خب، چیه؟ نامه آزادیته، رضایت تو از تموم شاکیات گرفتم. نه نه، قرار بود دایی حشمت سکت سبو بزنه. فرخ، نصرت، برگردی. خوردش. چیه بابا؟ هیچی، دلم شور زد، آشوب شد، انگار یه جایی یه چیزی یه جوری شد. ببینم کیه. بیش از یک ساعت طول میکشد تا گوزن یاردار غرق شد. بله؟ در اینجا خطی باریک. سلام عمه شمسی. بله بابا بیدارن، فقط تو رو خودت دوباره استرس و هیجان بهشون وارد نکنینا. باشه همه جونی، حرفا کدومه؟ قربون اون خواهشات برم، من کجا میخوام استرس بهش بدم؟ ما شما رو دوست میداریم، پسرمونم خیلی به شما ارادت داره. من که میگم چش باشه، گوشی رو بداش. گوشی چند لحظه؟ بابا جون، عمه شمسی به سفر خود پایان می‌دهد. دریاچه‌های جهان 20 برابر بیشتر از تمام رودخانه‌ها آب شیرین در خود داشت. الو، سلام خواهر. سلام از ماست. چطوری هست تو رخت خواب مردن؟ یه خونه داشتی جردن، یه پیرمرده بود توش همش نکنال می‌کرد. داری میشی مثل اون؟ خدا نکنه شمسی، بگو بلا تشبیه. حالا که اوز کریم گشته تو کاست، نفرینای منه. خیلی عذر میخوام، ولی به حرف گربه سیاه خواهر جون. گربه سیاه؟ به من میگی؟ تا گوش بده. نه تو گوش کن. بگو ببینم چی میخوا بگی؟ من؟ چی؟ فقط تو زندگیت اگه رسیدی به پیچی، الهی که نپیچی. بخند یخته، بخند. حالا گوش کن، در سینمات که بست است، کار خودت هم که سکته است، شکایت منم با وکیل تو دادگستری سه قبض است، افتاد. پس بکش تا بکشیم، تو یک دو روز دیگه باز برگردی زندون. کلاقه بیخبریه که رخت سیاه تنشه داشتش مد. شب و روز قار رو قار، یعنی میدونم، ولی چی میدونی؟ کلاقه خبرچین. عطل مطل تو طوله داشت حشمت هم چجوره؟ نه سینماش به راهه، نه قلبه ریتمش جوره. خوشحاله که شمسی جون بر میگرده حبس و زندون، ولی کند، ولی کند. دایی صدای منو داری؟ این صدای خشخش کامل بازو میشنفی؟ صدای خشخش رضایت نامه است. گوش کن ببین چی واسهت نوشتم. آقای قاضی، من یعنی مظفر، پسر خودش قزنفر که مادرم و خسرو با ماشین زدش، ولی حالا مادرش خودشو جلو زد جای اون، رضایت دادم دیگه بر نگرده زندون، چون که پول دادش به ما فت و فراوون. بیا اینم جنگشتش. حال کردی؟ رضایت شاکی رو گرفتم. با کدوم پول؟ پول از کجا؟ از رفقا. یه وقت پانشی واسی بس قلبت ضرری نداره. شنفتی داشتم، بچم کار کرده پولشو جور کرده. بله مبارکه. ما دیگه آزادیم. حالا اون دو دنگ سینما و اسکنتش مال منه. ضمناً نگار هم هنو میخوای. نگارم نامزد داره خواهر من. آها، اون پسره؟ پسره یه سیه لشکر؟ البته تو خود
خودت هم تو زندگی سیاه لشگر بودی. دخترم اون پسره رو خب دوست داره. عروسیشو عزا میکنم. فیتیله وقتی میسوزه میارزه، داششمت وقتی میگه چشم. تحویل پلیست میدم زن خودخواه. حرف آخرش من حرف مرگه. این دیگه اعلان جنگه، تهدید. این دفعه زنگ زد گوش رو بر ندار. دردم بابا، زنگ بزن به خونواده پسره بگو اوضاع داره بد میشه، عجله کن. مگه چی شده؟ خواهرم شمسی بر نمیگرده زندان. عروسی عروسی زنگ بزن، زنگ بزن، من حالم خوب نیست. عروسی چی؟ عروسی باید زودتر انجام بشه. سلام علیکم شمسی خاله. سلام علیکم. نه الحمدلله بهتری. وقتی آوردیمتون که دورجون رنگ و روتون عینهون میت، عین گچ دیفار. یعنی چین چه طرز حرف زدنه؟ دکتره گفت فشارت افتاده ننه، قند خونت پایینه. گفتم ننه ما ننه قندابه، شیر و عسل. ایوا نگاه به حیوتش نکن که تو دل شیر زهر آب میکنه. یه دل داره قد گنگیشک، خبر بی هوا بهش بدی و پس میفته. آخ ننه ننه، اگه میدونستم هم چی میشی عمرن رو میکردم بلگر واسه. بیا بیا در تو واکن بخور جون بگیری، فشار مشارت میزون چه آناناس. آناناس واسه مریضاست، من حالم سر جاس. خودتو نزد به کوچه علی جم، به این دوستات بگو برن، من کوچه رو که به باید حرف بزن. چشم حسره فرخ بیرون. این کنسرت ها رو چیکار کنیم؟ بابا بذارین همینجا دیگه، بذارین رو سر من. ببینم بابا. بیا بیا. بیا اینجا. بس رو سر. عافیت شمسی خاله. اگه کار مالی داشتی چی؟ یه اس ام اس. حله. چیه باز؟ پول دیه؟ کجا آوردی؟ ای بابا گنج پیدا کردم. تو چیکار به این کارا داری؟ اسب پیشکشی که دندونیش نمیشموره. ترسم اینی که اسب نباشه این. ببین نه. ما از اولش هم چشمون بد جای دویده. من میگم بیا بیخیال نگارشین، یه بار دیگه خواستگاری کنیم سیمینو. چی گفتی؟ این دختره سین و چینش درست بشه بد دختر نه. بیخیال بیخیال نگاه پا پس کشیدی خسرو، این سربازی که از جنگ فرار میکنه. من از حشمت نگارشو میخوام، ان نگار و حشمت سینما رو. حقمه، نه واسه این که حقمه، واسه این که به من دروغ و دغل گفتن. حالیته؟ پایم هستم تا اندش، فقط این دختر نگاه. دهنتو ببن، به من بگو این پول از کجا آوردی. خیالت راحت، نه دق زدم نه کیف. یه مالی بود بیستاب دستی خره، الان دست مال خره. نه یه وقت جلوی رفیقای بیلمز من گاف ماف ندی، از چی خبر نرنو. دوزی؟ از دوزی که خودش اند خلافه. بچه تو شنیدی که دزدی که به دزد بزنه شادوزه، ولی مال حروم حرومه، هر کی از جیب هر کی بزنه دزدیه، توفیری نمیکنه جیب کی. ای خسرو ساربونه میونه شطور کجا بخوابونه. بس کن، تو مرچه سواری هم نمیتونی بکنی تو خودی، شطور بخوابونی. بخواب ننه، بخواب برای زلل داره ها، همه این کارو فقط به خاطر خودته. ننجون اگه قصت این رضایت نومه هست بیا انداختمش دور، فدای سرت. منو بگو که با هزار امید از زندون مرخصی گرفتم بیام زنت بدم، سر سامونت بدم، بلکم آدم شی. رفتی واسه من شادوز شدی؟ کی گفته هر کی زن بگیره آدم میشه؟ آخه تو فکر نکردی اگه بیفتی گوش زندون کی باس بیاد تو رو نجات بده؟ خب تا اون موقع سهمتو گرفتی لابودت داشت. بابا خسته شدم ننه از بس نبودی. آخه چه زندگیه؟ بچه اینجا ننه اونجا، ننه اونجا بچه اینجا. جلو نگه استراحت کن، برای زلال داره. میگی بخواب خسرو، مگه دستم بهت نرسه؟ دوستتا میکرم کار میکنم با اون دوستای نارفیقه. چیه؟ چه خبر خانم؟ اینجا بیمارستان ها؟ بفرمایید، بفرمایید تو. بله؟ بفرمایید. آه، باشه باشه آبی، باشه.
گردن کشی گردن میشکنه. همه چیز خیلی سریع انجام شد. خرید حلقه، کت‌شلوار دامادی و لباس عروسی، خرید آینه و شمدون، رفتن سراغ یه فیلمبردار مجالس عروسی. زمرد میخواست به کوری چشم شمسی عروسی مفصلی بگیره. من حشمت شال فروشم، یعنی بودم، حالا نیست و نابودم. دو تا سکته ناقص و این سکته آخری کامل کرد. چند ساعت مونده به عروسی دخترم، افتادم و مردم. همیشه آرزو داشتم یه جور درست حسابی کلکم کنده بشه، یه مرگ سینمایی، نه اینجوری با پیژامه و دمپایی. گلزاف از چهره من، یه موسیقی غمناک و تیتراژ پایانی، اما نشد. زندگی آله و عجل ناگهان، عجل که بیاد نمیذاره آدم از آفتاب بره به سایه، از سایه بره به آفتاب. خدا بیامرز جمیع رفتگان و همینطور ما رو، وقتتون رو نگیرم. فات همه سلام. پدر داماد کجا هستن؟ پدر داماد عمرشو داده به باد. اما پدر عروس هستن، بگم بیان. تو چه کاری کارا داری فیلمتو بگیر آقا؟ ببینید خانم محترم، دقت بفرمایید. من به عنوان فیلمبردار و کارگردان ممتاز مجلس عروسی برای خودم سبک ویژه‌ای دارم، همینجوری علکی که نیست. پسر شما که یکی از دوستان محترم بنده هستن، میدونن که من تو هر مجلسی پای خودمو نمیذارم، میدونید؟ خیلی مهمه برام. ضمناً
ضمناً آداب و سنن مراسم عروسی ایرانی باید حفظ بشه، من بهش حساس هستم. این یعنی اینکه پدر عروس باید تشریف بیارن مقابل در و اجازه ورود عروس و داماد رو بدن. اوکی؟ حالا چی میره دنبالش؟ آقای علی برو آقا بابا اشمت ساک همین جا بود آقا اشمت عروسش کنم بیاد آقا بدن دست خوش کرده حالا یک بار دیگه این اومدن از ماشینتون رو تکرار میکنیم. یه پلان میخوام بگیرم، مشتری خیلی باید بزنم به دریا، اینا یه خیلی مهمه برام. یه بار دیگه تکرار میکنیم، پلیز اگین برید داخل ماشین، اول مادر و دختر میان و بعد عروس و داماد. کامان ما داریم به کجا میریم؟ خواهش میکنم با من بحث نکنید. یا الله آقا اشمن ای بابا آقا هنو لباسم نبوشیدی؟ گرفتی خوابیدی آقا قدر بادن بیخیالی هستی آقا 200 تا مهمون عروس دومادم که الان اومدن دارن عکس میندازن شما گرفتی خوابیدی آقا؟ آقا اشمن خوابشم سنگینه آقا ایلا بدبخ شدیم ما این چه وقت مردن بود آقا خب 3 2 1 اکشن حالا عروس و داماد ماکس نکن عروس رو همونجا وایسید عالیه شما دارید چی کار میکنید؟ من دارم برنج علکی میکنم براتون عروس رو ماکسی نکن دختر عروس رو ماکسی نکن بیایید خیلی عالی ادامه زهر بار میگیری زود باش کات سایلنت به دلم نچسبید خواهش میکنم یک بار دیگه لیدیز و مورد خواهش میکنم ببینید با من بحث نکنید شما چی میگید لیدیز و مورد کار فرهنگی داره ببینم آقا یک آقا هشمت چی شد قرار بود بیاد اینجا خانم ناجور مشغول بود بعدا ملتفت میشیم یعنی چی مگه اون اسرائیل اونجاست ماما نگه شمشید شما کجا فهمیدی خانم که اونجا ببخشید حالا مامان من یه اسم جدید واسه شمسی جون گذاشتن شما تکرار نکن برو بگو شمسی خانم و آقا اشمت بلند شد بیان استقبال مهمونا عمه به این بیخیالی نوبر والا نوبر خانم آقای مهندس حبیبی اینا اومدن آقای حبیبی چی؟ کجا میره بعد وسط کوچه واسه مهمونا تنها میذاری آخه من الان یعنی برمیگردم شما یه چند تا عکس کلوزآپ و اینا بگیرین من الان میام خدمت امروز واسه میرم بعد یادم سرش تنها ول میکنه مادر جون وسط جنگل که نیست تو کوچه نه الان من میام آقا یعنی شما کجا میری و همونجا دیگه پیش طرف همون کله اسمش آوردی همه دست بزنید دست بزنید خوشا خویا نکنه اتفاق بد افتاده یا داره میفته آتیشی نکن خدا حافظ فرق کنه خبرهای بد بدی میشه واه آقا جون بابا جونم دیدی من میگم تموم کرد بروز جون بی پدر شدی دونت جون تموم کرده چیه بیا آخ بیا بگیرش ببرش بیا ببرش بیرون بذاری زمین بروز جون بذاری زمین او تموم کرده دیگه بابا میگم بگو دورت جون دورت جون خودمو برو تو مرده دیگه بابا میگم بگو دورت جون آخه تو که نمیدونی اگه این بمیره آقا جون مثل پدرم پدر زن آقا جون همه ی امیده چی کاری شده میکنی آقا بروز چرا سالتش میکنی آقا دورم حالا این راستنسی مرده آقا یدی بعد بخشت بیچاره شدی بیا بگیر ببریمش بیروز جون انگار حالی نیستم بابا داری خودت با دست خودت عروسی میریزی به هم یه چند دقیقه صبر کن پس من یه فکر کنم آخه تو شما بگو فکر کنی بابا اشمت رو باد کرده چه زوری هم داره بابا جون من نایی بمیرم شما به زنگی اینجا بشیدی گرگه کنی بلند شما رو تو حیات من خودم ترتیب کارا میدم بلند شما بروشون چیکار کن؟ چیکار کنی که بلند شما رو باشی بقیل عروس با این مهمون ها یکی که عکس بنده سرگرمشون کن هر را زنگ میزنم یه رفیق خودش داره دکتره
اون بلنشی به اینجا نمیخواد آقا رو ببری اونجا. باش 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 شما استراحت کن الان دکتر میاد خدمت. جوان نگار بانو چیه؟ ایوان من جوان سینما رو چی بدم؟ آقا جون آقا این وقت برده بود باز چرا؟ جوان بیمونو میدید لبخند داشته باشید خواهش میکنم خود داریم به کجا میریم؟ یک بار دیگه بگیرم اگین پلیز اگین آماده آماده سه خسته نباشید خسته نباشید. چه عجب شما اومدی؟ چرا چشات سرخه مادر؟ چشام؟ چیده عشق شوقه عشق شوقه فقط یه خورده نگرانم بابت بابا حشمت. چی شده مگه؟ هیچی بابا حشمت هم یعنی یه خورده نگرانم بابت عمه شمسی من که تلفنی به هم جر و بحث میکردم. قصه نخور مادر من فکر اونو کردم براش مامور گذاشتم. اصلا قصه نخوری الان میرم توجه جون کنم. دست شما درد نکنه اینی که من میگم بگیر نگاه کن میگم این عقبتر لطفا سیگیم برو عقبتر. به در زمین مورش خرابه خانش خوبی نیست اصلا. آها بعد میام میرسی به درشت صورت عروس فاکتوس استاتی چشای سفی شده بدن شبیه کرده هیچ کس قیازی من نواد بره تو بعد میام مستقیم میام جلو ببخشیستی میشه میام میرسی به توشات من عروس میشیم این ها؟ خب یه بار دیگه میگیم سه دو یک حالا عالی بود عروس بارش بود نگاه جان حالت خوبه خیلی عالی بود اینو یه بار دیگه میگیم عروس خان لبخند خواهش میکنم خیلی عالی شده واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم یه بار دیگه میگیریم آماده سه دو یک سلام علیکم بفرمایید خشکم بفرمایید تو چه خبر خوبه مگه اومدین مجلس سورچروری اومدین کار کنید بیم ببینم دنبال من گلو بیم اینجا بیم ساکت باشیم بیم اینجا اینجا بیم خیلی دقت کنید سلام علیکم حال شما خوب هستید بفرمایید خشکم تو حیات بفرمایید خیلی خوش آمدین بفرمایید آقایون بازیگر نقش مامورا خوب دقت کنید من شما رو بردم اینجا واسه کار حواستون باید جمع باشه حیات پر دوربین مخفیه شما ها متوجه نمیشید فقط بعضیاتون متوجه میشن مثل ایشون یا ایشون کهنه کارا متوجه میشن فهمیدی شیفم شد سلام علیکم حال شما خوبه بفرمایید تو حیات خواهش میکنم بفرمایید خدا بیامرزدش مرحوم علی حاتمی رو دوربین یه جاهایی میذاشت که آدم شاخ در میورد نمیفهمید حالا خلاصه مطلب قصه فیلم اینه که یه زنی داره میاد به اسم شمسی خب اون یه پسری داره به اسم خسرو اونا میخوان بیان که مثلا این عروسی رو به هم بریزن شما باید گوش به فرمان من باشید وقتی من بهتون گفتم حمله میکنه نه اینکه فیلمی بزنید سلام علیکم حال شما خوبه بفرمایید خوشم چقدر صفا آوردین بفرمایید خوشم بفرمایید خیلی لطف کردین تشریف آوردین فیلمی نمیزنید نه تو قرارداد بمونه که اساسی بزنید به قصد کشت بزنید فهمیدین شیرفم شما خیلی حالا پخش بشین بینم هر کی میره سر پستی سود باشید 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 سلام علیکم خیلی خوش آمدید خیلی محبت کردید صفا آوردی برحمد کردید بفرمایید که پذیرایی بشید خواهش میکنم بفرمایید زایی تخیه افتراشیم آره خسرو جون سلام علینا رتتینا پتتینا چه خبر مبره اینا اوزا سوستین زایعت اینا
چی میگی فرخی؟ تو چی میگی چی میشنفی خوسی؟ بخم اخبار عروسی بگین. لوتری و هنتری و پنتری زرگری بزن کنار، فارسی بگو. مامور پامورا قروقه اینا. چی میگه عبدال بوله اینا؟ ببینم دست و بالا سر تو گونی بی حرکت بدبختر اینا. تو چی میگی بر بره جادو؟ بابا حقیقت اینه اونو تر خیار تق بلق. من که میگم فلنگ و بسته اینا فراره اینا. شمال یا جنوب اینا؟ مزگزه چیزی کازارازه کزر دیزین؟ جزر مزر مزه موزون چیزی ازه ها؟ یه بار گفتم دوباره بگم زرگری و لوتری و انتری و انتری باقوف شایدم چه دست گلی به آب دادید. آره راست میگه خسرو، گفتی به شمسی خاله اعتراف مترف. آره ناچار شدیم، یعنی آبرومون رفت پیش خاله. آره آره همه چی لو رفته، شرمنده شدیم پیش ننه. آه اکی، یعنی ما باز دوباره خاک بر سر اینا. شمسی خاله ما دوز باز نبودیم. بسه خجالت مجالتو بزنیم واسه وقتش، من میرم تو عروسی یه سر گوشی آب بدم. نه شمسی خاله، میخوای باید بیام بیام ننه؟ نه شاید مامور بازار مال شما باشه، وگرنه عروسی مامور پامور نمیذارن که. من میرم، کسی طرف خونه داشم نمیاد تا خبرش کنم. شیرفهم شد؟ البته. دوزاریتون افتاد؟ البته. اتول موتول تو پل مپل مبارکه باشه. کلاس بالا. راستی صرف تا صدش چنده؟ خفه امانته. تو باست اینجا هست دادی؟ کجا هستم؟ یه کنار بینم، من باید وسط بشم. حالا نگاه به ننه. بفرمایید. آقا جون بیا بیا. خانم زمارو برو آکشم شد دیدی؟ برو 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 مصیبت اومد. واو واو سلام علیکم برادرها، شبتون بخیر، خسته نباشیم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. نگاه شون آقای دیدوکی نوامور پدر بزرگ کرد، حسن اینم خانومشونه. بهروز جان یه چند دقیقه دنبال مادر بیام. خدا واسش فکر کنم ایشالله چیز مهمی میش به جاشون من بایی میشم. اینم شد ماشین عروس، آبرو ما رو جلوی فامیلامون بردن. میدونستیم ماشین آخرین سیستم خودمون رو گل میزدیم. همون خرمز خشیتون رو میگی شمسی خانم؟ توفیر کرده نبا؟ اون بالاس ماست ببینه. سلام علیکم داماد داششمتم. سلام روی ما. سلام از کوچکترم میخوانم. سلام علیک سلام. به و به و به چه هوایی، عروسی دیگه نه؟ چطوری زمان رو دی؟ میدونی این تاووسی؟ این زبون رو هر جوری به گردونی میگرده شمسی جون، یه خورده نرمتر به گردونی، چه جای دعوا نیست. ما واسه دعوا نایمدیم. ایوا بفرما میوه. دست شما درد نکنه. به به پس سیمینمون کجاست؟ پیش زنداداششه، پیش عروس، پیش نگار. یه قدم برو کنار، بازم برو کنار. وام که خونه داشتم ها. ایوا در این خونه به روی شما همیشه وازی شمسی جون، اصلا قدمای شما جفتش رو جفت جشای ماست. ببینم شرط و پیشرط نداری مهمونی که این مهمونی یا سرمونی. ایوا بگو بخند و شادی سرپاس، آفتش هم دعواست. اگه بخوای دست از پا خطا کنی سر و کارت با ماست. دارم واسط. ببینم صاحب مجلس کجاست؟ همین دور و براست. یادی آبود کجاست؟ بابا ایشمت بالاست، اونجاست، تنهاست. یعنی یهو یاد خانم مرحومشون افتادن. خانم مرحوم؟ گفتن پسرم بهروز من یه قدم میخوام خلوت کنم، دوست دارن تنها باشن. باشن تنها باشن. بذار ما بشینی شکلات شیرینیتون برسه. سب کبینم به افتخار همه بزرگ عروس بزن کف سوت مرد. دست شما درست. سلام سلام سلام. سلام همه جون. خوش اومدین. زنونه رو به رو پذیرایی کنید. یه بریم پرمونه زنون بسته نخور. بریم رو به رو پذیرایی بکنید.
خوش آمدی قردم مانه چه؟ ببخشید شما نمیدونید منزل آقای حشمت شال فروش کجاست؟ ما چه میدونیم بابا، برو اوسامون بپرس. اوساتون؟ بله وایسده. آه بله بله خیلی متشکرم. بله بچه هسته ماشین. ببخشید اینجا اوسا کیه؟ چطور مگه؟ جونم ببخشید گفتن شما آدرس آقای شال فروش رو میدونید. نکنه تو هم مهمون عروسی؟ اینجا عروسی به سلامتی مبارک. نه من برای عروسی نیومدم. حواس چی اومدی؟ من طبیبم. ایول منم نصرتم. نه یعنی اینکه من پزشکم دکترم. گفتن که اونجا یه سکته یه اتفاق افتاده خودتو زود برسون، منم با سهمی زود اومدم. سکته؟ بله. عروسی یا دومان؟ والا نمیدونم، فقط گفتن یه نفری سکته کرده. بالاخره میگین آدرسش کجاست؟ این کوچه رو بگی سیخکی ته کوچه. آه همونجا که چراغونی عروسی هم هست، برو. آه برو. بله خیلی ممنون. رد کارت. تظاهر میکنیم یا همو دور میزنیم، یا به هم دروغ میگیم به هزار و یک دلیل که یکیش مصلحته. ما به هم دروغ میگیم، اولی رو که میگی دومی راحت تره، سومی خودش میاد، چهارمی حال میده و پنجمی یادت میشه، بعدش هم میری به با. خدا رو شکر همه دروغگو نیستیم، همه مثل دروغگو حالو نیستیم، هر کی زیادی خورده کم پس داده، یه روز یه جا بدجوری نپس داده. وقتی آدم ها میگن ای بابا کی به کیه، دنیا هر کی هر کیه، حتی وقتی بد میشیم خودمون خوب میدونیم آدم بهتر کیه. وقت گفتن دروغ بعضی ها خون سردن و بعضی بیقرار میشن، اگه خوب نگاه کنیم گاهی گریه دارن و گاهی خنده دار میشن. خدا رو شکر همه دروغگو نیستیم، همه مثل دروغگو حالو نیستیم، هر کی زیادی خورده کم پس داده، یه روز یه جا بد جورینم پس داده. یا تظاهر میکنیم یا همو دار میزنیم، یا به هم دروغ میگیم به هزار و یک دلیل که یکیش مصلحته. ما به هم دروغ میگیم، تجربه نشون میده با نصیحت یا به زور، دروغا کم نمیشه آدم اینجوریه که تا خودش دلش نخواد عمرن آدم